بر خیبر این پرزمین نزید خلق افغانستان ایرانی ترین جوهری افتی خود یعنی زندگی و دان خود را در رای آرمان های والای ترقیم کاردار بر سخت دار میراث معنوی خیبر در فقای امزدش میلان خط ناپذیر و به فکرین علمی و امکان شکست ناپذیرش در رسالت ترقیم کاردار در ایجاد جامعه نوین خارج از استثمار و سکن ملی و اجتماعی نام خیبر با پاکی پیکار راستی و درستی شجاعت دلاوری همراه خیبر استاد متواضع رفقا خیبر استاد متواضع رفقا مرد سرطان و خدمتگزار خلق بود خیبر فرزند دامت کشان افغانستان فرزند زنده مبارزه خلق افغانستان خیبر مبارز فداکار راه وحدت پیشاهنگان دامت کشان کشور وحدت دموکراسی که خلق افغانستان و اتحاد تمام نیروهای انقلابی و وطن پرست بود خیبر یک وطن پرست پرشور و یک انترنشنلی که تجیس بود با اصل برابری حقوق و برادری تمام خلقهای ساکن وطن واحدمان افغانستان اعتقاد خدشه را پذیر دار و هر گونه طبیل وسطن نبی و اجتماعی را با خشم طریق طبقاتی محکوم میکرد روان خیبر در طول زندگی پر افتخار آگاهانه‌ات در تحت شرایط وحشت و خشم استبداد در دفاع از منافع خلق کمترین تزلزل و طرف به خود راه نداد خیبر پیکارگر آستی ناپذیر علی ابتدا و آنتهیزم علی دکتاتوری ضد دموکراسی و ضد خلقی علی قدرت های جبار حاکم و در دفاع از آزادی های دموکراسی که خاص و حقوق دامت کشان افغانستان بود تمامش در فیصل گلگون مبارزه خلق را جاویدانه نکرد و قهرمان ما اکبر خیبر با پیگیری در فقا خاطر نشان می ساخت که سکوت مقدار موجود سیاسی را باید سپس در خیبر با پیگیری در فقا خاطر نشان می ساخت که سکوت مقدار موجود سیاسی را باید سپس
خیبر با سعادت خود شخصنی سکونت مدبار را شکستان. اکبر خیبر پرچم مبارزه را برای احیای دموکراسی، برای تأمین آزادی های سیاسی، برای تأمین حقوق و آزادی های دموکراسی که خلق افغانستان سر بلند برافراشت. به پرس انقلابی در این گاه بکلیش رفت و به خواستهای اقتصادی و سیاسی صدای مردم پاسخ مثبت داد.